بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، سلام گرم منو بپذیرید. من ماهرخ فیروزه به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند برنامه این هفته حق زن رو به شما تقدیم میکنیم. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ایمیل آدرس حقزن@gmail.com برای ما ارسال کنید. در قرن 21 زندگی میکنیم، ولی هنوز میلیون ها دختر و پسر جوان برخلاف تمایلشون وادار به ازدواج میشن و هنوز میلیون ها کودک در سراسر دنیا تحت نام ازدواج مورد تجاوز جنسی و روحی قرار میگیرن. این آمار در ایران هم بالاست و البته علیه این پدیده و قانونی بودن ازدواج کودک سال هاست که فعالین حقوق زنان و حقوق کودک به اشکال مختلف مبارزه می کنند. اخیراً هم بیانیه‌ای با امضای 800 نفر صادر شده که طی اون خواستار بالا بردن سن ازدواج دخترها و پسرها به 18 سال شدند. در رابطه با این معضل اجتماعی امروز ما با مهمان برنامه‌مون کیوان جاوید که در استودیو حضور دارن با هم به گفتگو می‌نشینیم. کیوان جاوید سلام به شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. مرسی و خوشحالم که دعوتم کردید. طبق آخرین آمار که گزارش سازمان جهانی بهداشت هم اون رو تایید میکنه، ما در ایران با ازدواج 17% کودکان یعنی افراد زیر 18 سال روبرو هستیم و این آمار در سال 1395 نسبت به سال 1394 افزایش بیشتری رو هم داشته. علاوه بر این با ازدواج های حتی زیر سن مطلوب قانون جمهوری اسلامی هم یعنی 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران هم روبرو هستیم و با اجازه پدر یک بچه 7 ساله هم میتونه ازدواج بکنه. سوال من از شما این هستش که چه عواملی در چنین ازدواج هایی نقش داره و پدیده کودک همسری کلن از چی ناشی میشه؟ بله، اولا بگم که این اسمش ازدواج نیست، این اسمش تجاوز جنسی به اون فرده که خصوصا در ایران مال دخترها است و این پدیده رو مسببش رو باید حکومت دید. همیشه حکومت ها نقش اصلی دارن، نمیشه یه حکومتی باشه و مسئول نباشه در اتفاقاتی که در اون کشور میفته. بنابراین نگاه حکومت اسلامی، نگاه اسلام در حکومت رو باید دید و اینکه فقر اینا خب همه جا میتونه ناشی بشه از اینکه یه بچه خردسالو بفروشن، در واقع خرید فروشه و عموما از خانواده های فقیر و نه فقط فقیر، خانواده هایی که آدم میتونه فقیر باشه ولی انقدر نظر فرهنگی بالا باشه یا تو تقریبا توی محیط شهری و اینا کمتر این پدیده اتفاق میفته. ولی عوامل اگه بخوایم دستبندی بکنیم، اون عوامل فرهنگی هم ناشی از اینه که چه حکومتی هست که رو کاره، از دزدی تا قتل تا جنایت همه اینا مربوط میشه ما در چه محیطی زندگی میکنیم. قانون جمهوری اسلامی گذاشته گفته که این خوبه، یعنی دختر 7 ساله یعنی 9 سالگی جشن تکلیف براش میگیرن، یعنی این بچه زن کامل دیگه، یعنی میشه با این بچه خوابید. معلومه که این نگاه رو وقتی نگاه میکنیم میفهمیم که مشکل اصلیمون با حکومته. همیشه اینجوریه، یک حکومت اگه مسئول نباشه پس بنابراین معلوم نیست چرا اسمش حکومته، چرا قانون داره، چرا دولت داره، چرا کابینه داره، چرا بودجه داره و اینا. بنابراین اینو بعضی از دولت ها میتونن بگن که خب باشه ما هم نمیخوایم، ولی محیط فرهنگی اینقدر عقب مونده است با فرهنگ 1400 سال پیش، ما باید مردم آماده بکنیم و طول میکشه و اینا. اینم حتی نیست، تو یک کشوری میتونه بگن که این فرهنگ عقب مونده مثلا قدیمیه، ما داریم تغییرش میدیم. در جمهوری اسلامی اینم نیست، خود حکومت اسلامی میگه که ما قانونمون اینه، اسلام اینه میگه. بنابراین پایه اصلی، عوامل اصلیش در اینه حکومت، پایه دومش فقر عمومی جامعه است، پایه سومش عدم به هر حال مناسبات اجتماعی درسته که همزمان با یه حکومت انسانی اولین کاری که میشه همه این قوانین رو فوراً ملغا میکنن. کودکان خودشون دوست ندارن توی این رابطه باشن، اونا جز
اموال خانواده هستن و خصوصا در اسلام که بدتر از اینم هست. بنابراین اگه نگاه بکنیم باید این پدیده رو مستقیما ببینیم، عامل اصلی و مستقیمش جمهوری اسلامی و قوانین اسلام هست که تأثیر داره. همونطور که گفتم سن ازدواج در ایران برای دختران 15 سال و برای پسران 13 سال هست. 13 برای دختران، 15 برای بله. 13 برای پسرها و برای درسته 15 برای پسران و 13 برای دختران هست. بله. و حدودا در همین سن هم هست که تمایلات جنسی شروع میشه و جمهوری اسلامی بر همین اساس این سن پایین ازدواج رو توجیه میکنه که ازدواج راه حلی هست برای ارضای تمایلات جنسی. سوال من این هستش که شما چرا با این مسئله مخالفین و چه اشکالی داره؟ خب در اروپا هم در همین سن هست که دختران و پسران میتونن رابطه جنسی داشته باشن. تو کشورهای اسلام زده و مثلا جمهوری اسلامی دختر 12 ساله رو به یه مرد 50 ساله 60 ساله میدن، یعنی میفروشنش، در واقع پول میده و یه بچه رو میخره و بهش تجاوز میکنه. اون بچه از زندگی چیزی نمیفهمه، از شادی چی نمیفهمه، از تفریح چی نمیفهمه، از زندگی شاد کودکانه هیچی نمیفهمه. چشم باز میکنه با یه مردی که خریدتش داره یعنی اون مرد بهش تجاوز جنسی میکنه. این خیلی مسخره تر از این استدلال نیست که تو اروپا هم اینجوریه. تو اروپا دو تا بچه نوجوان با هم بزرگ میشن، هم کلاسن، با هم میرن بیرون، همدیگر رو لمس میکنن، همدیگر رو بوس میکنن، هرچی. این رابطه خیلی طبیعیه، دو تا بچه با هم دارن بزرگ میشن و تمایلات جنسیشون همزمان با این دوستی شکل میگیره. تو مدرسه درس میخونن، آموزش میبینن، مراحل خطراتش رو میفهمن، برابری رو تو این رابطه میفهمن. اینجوری نیست که یه بچه 12 ساله پسر به یه دختر هم سن سال خودش تجاوز میکنه، میگه که بابام گفته که تو بیا خونه ما، من میخوام با تو بخوابم. خب این مسخره است. تو اینجا اگه شما یک مرد بالغ با یه بچه با یک زیر 18 سال رابطه داشته باشه، فوراً زندانی میشه. جرمه، برای اینکه دوتا یه آدم بالغ با یک بچه زیر 18 سال داره، با این نوجوان زیر 18 سال داره. این همش توجیهات اون کسایی هستند که میخوان این تجاوز و شرعی، قانونی و قابل قبول بکنن. شما تو همه کشورهای مختلف اسلام زده نگاه میکنید، 1% از این دخترها رو نمیبینید که بگن. عموما هم دخترها هستن که توی ایران هم اگه نگاه بکنین همش دخترهای حتی 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله رو بچه دار میشن اینا. و واقعا فاجعه اجتماعیه، بچه 10، 12 ساله بچه دار میشه، مادر میشه و هیچی از زندگی نفهمیده. فقط کابوسیه که برای این پیش اومده و این توجیه ناپذیره. این برای همیشه دولت‌ها و جریانات عقب مونده ارتجاعی ضد زن، ضد اجتماع توجیهات خودشونو دارن. فاطمه زهرا 13 ساله بود ازدواج کرد، ببین چقدر مامان خوبی بود، 3 تا هم بچه داشت و گل و بلبل و فلان اینا. خب اونو میخوان بیارن اولا توجیه بکنن برای اینکه بگن که اسلام هم جایز دونسته، بعد شما هم دختر فقیر نمیدونم که هیچی نداری و پدرت تو رو میتونه خرید و فروش بکنه، میتونه بفروشه به کسی دیگه، شما هم قبول کنین چون اسلام هم اینجوری گفته. ولی این ارتجاعی تر و عقمانده تر و شنی تر از این تو جامعه وجود نداره که تجاوز بچه زیر سن قانونی رو به عنوان یه قانون به جامعه بخوام بفروشن، به تحمیل کنن. سال هاست که فعالین مدنی و بعضن پژوهشگران اجتماعی در اعتراض به قانونی بودن ازدواج کودکان دارن فعالیت میکنن و برای برچیده شدن اون هم دارن تلاش میکنن. اخیرا هم یک بیانیه با امضای 800 نفر صادر شده که طی این بیانیه ضمن اشاره به آسیب های جسمی و روحی و اجتماعی ناشی از ازدواج کودک خواهان تغییر قانون در این مورد شدن. برای اطلاع بینندگان برنامه بخشی از این بیانیه رو که به راه حل‌ها پرداخته میشه رو میخونم. در بخش انتهایی این بیانیه اینطور آمده: ما امضا کنندگان این بیانیه
برای پایان بخشیدن به پدیده آسیب‌زای کودک همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان، خواستار تغییر ماده 1041 قانون مدنی افزایش سن ازدواج دختران و پسران به 18 سال تمام و حذف امکان عقد نکاح کودکان با اجازه ولی از این ماده و جرم انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان هستیم و از قانونگذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به وظایف و تکالیف خود در قبال شهروندان به ویژه کودکان که نیازمند حمایت و توجه قانون هستند عمل کرده و هرچه سریعتر در جهت تغییر قانون سن ازدواج اقدام نمایند. افزون بر این، اگرچه تغییر قانون حداقل سن ازدواج یک اقدام ضروری و نخستین گام در مسیر مقابله با پدیده ازدواج کودکان است، اما به تنهایی کافی نبوده و لازم است با توجه به زمینه‌ها و بسترهای مساعد کننده کودک همسری اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون تلاش در راه توسعه اقتصادی و فرهنگی و گسترش عدالت اجتماعی، برداشتن موانع تحصیلی کودکان مناطق محروم و طبقات فرودست، آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص آسیب‌های ازدواج در کودکی در دستور کار و کانون توجه دولت و اداره کنندگان دستگاه‌های دولتی قرار گیرند. بله، این بخشی از این راه حل‌های این بیانیه بود که من خوندم. کیوان جاوید، به نظر شما چه راه حل‌هایی برای لغو قانون ازدواج کودک و کلاً برچیده شدن این پدیده ضد انسانی وجود داره؟ بله، اولا میخوام خود بیانیه رو اشاره بکنم. خب نکات خوب و مثبتی داره. از این نکته شروع کنم که میگه که نباید پایین 18 سال باشه، باید سن ازدواج بشه 18 سال و اینا، ولی درخواست کردن و اینکه شما وظایفتون رو انجام بدید این بخش از قانون را باید حذف کنید. اگه بخواید تو ایران تغییری باید انجام بشه، نمیشه با این بخش رو حذف کنین، یا اینکه توسعه اقتصادی باید بشه. میگم نکات، نمیخوام نقد، مثلا نقد این نیست، ولی باید توجه داشته باشیم جنبش اجتماعی بیرون از اون مجلس مهمه که چقدر فشار بیاره کل پدیده جمهوری اسلامی رو و بخواد قانون رو عوض کنن. چنین قانونی جمهوری اسلامی به سختی میتونه دست بزنه، چون مثل برای جمهوری اسلامی قانون ابدی و ازلیه برای اسلامش، چون در اسلامش اینجوریه که باید زن 9 سالگی میتونه ازدواج کنه، نمیتونه قانون اسلامش رو عوض کنه. ولی فشار اجتماعی، فشار اعتراضات اجتماعی، فشار جنبش‌های اجتماعی میتونه جمهوری اسلامی رو همونجوری که سنگسار رو گفت موقتاً کنار گذاشتم، نه اینکه سنگسار رو قبول ندارم، یعنی سنگسار باید باشه، ولی الان ما در موقعیتی نیستیم که بتونیم سنگسار رو اجرا کنیم. بنابراین در مورد همین مسئله هم باید همینجوری نگاه کنیم. ازدواج باید قانوناً فشار بیاریم که قانوناً بشه 18 سال. کودکان باید تأمین کامل بشن از نظر اقتصادی. کودک مسئله نیست که باباش یا مامانش کار دارن یا ندارن، وضعیت مالیشون خوب هست یا نیست، درآمد پدر مادرش چقدر هست یا نیست، اینا معیار نیست. کودک تا موقعی که کودک باید توسط دولت از نظر مالی تأمین بشه. وقتی از نظر مالی کودک تأمین بشه، یعنی هزینه مخصوص به کودکیشو داشته باشه. تو اروپا همینجوریه. یکی از دستاوردهای جوامع اروپایی، این هم که با مبارزه روزمره جنبش‌های اعتراضی به جامعه به دولت‌ها تحمیل شده، اینه که کودک حقوق ویژه خودش داره از نظر قانونی و از نظر اقتصادی. کودک نمیشه گفت که بابات فقیر، شما مامانت فقیر، شما هم فقیر، همینجوری نون آب ندارید استفاده بکنید. بنابراین این تأمین ویژه حقوق کودکان مهمه و غیرقانونی بودن و جرم بودن ازدواج زیر 18 سال باید باشه. یعنی شما نمیتونی یه بچه 16 ساله اگه ازدواج میخواد بکنه، یعنی جرمه، یعنی یه جرمی صورت گرفته. اینه باید با فشار اجتماعی، با فشار اعتراضات، با فشار جنبش های متفاوت اجتماعی باید تغییر داده بشه. نه فقط فعالین حقوق کودک، بلکه فعالین حقوق زن، فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش مدنی، فعالین محیط زیست،
همه جنبش‌های اجتماعی متفاوت باید سر این مسئله دخیل باشن. فعالین معلمین، مسئله اعتراضات معلمین یکیش باید این باشه. چند هزار، چند صد هزار کودک وقتی مدرسه نمیرن یا مثلا همینجور دست به همین ازدواج‌های به اصطلاح تجاوز جنسی بهشون میزنن، باید جز مطالباتشون باشه. این جنبش‌های اجتماعی رو به مردم با هم نزدیک میکنه، متحد میکنه، و هرچه جامعه یک دست‌تر و متحدتر باشه میشه به قوانینی رو گذاشت که علارغم میل و نظر جمهوری اسلامی این بتونن عقب نشینی بکنن و هرچی بیشتر کودکان مورد به اصطلاح حمایت قرار بگیرن. یک نکته هم بگم، بخش زیادی از این کودکان توی خیابونن، کودکان کار خیابونن که تو معرض بسیار به اصطلاح تجاوز و موقعیت های بسیار خطرناکی هستن. بخش زیاد اگه کودکان تأمین اجتماعی بشن جدایی از خانواده چه وضعیتی دارن، بخشی از این معضلات حل میشه. علاوه بر فرق که شما در ابتدای صحبتاتون هم یک اشاره کوچیکی بهش کردین، دلایل فرهنگی و مذهبی هم باعث میشه که بزرگترها کودکان رو وادار به این ازدواج‌های اجباری میکنن و الان ممکنه پدر مادرهای زیادی پای تلویزیون نشسته باشن و صحبت‌های شما رو الان میشنون. چه صحبتی خطاب به اونها دارین؟ بذارید من بگم، اولا که خیلی خیلی کمه که خانواده‌هایی باشن، حتی فقیرترین خانواده و حتی از نظر فرهنگی خانواده‌ای که در سطح خیلی پایین باشه بگه که من دوست دارم دختر 9 سالمو ازدواج بکنه، برای اینکه از نظر فرهنگی اینجوری فکر می‌کنم. ریشه اصلی حتی اون کمبود فرهنگی فقر مادیه، یعنی یه نونخور کمتر میشه برای تو. عموما هم تو جوامع روستایی تر، تو جوامعی که مردم با تلاش زیاد یه لقمه نون به دست میارنه، میگن که خب یکی کمتر دیگه تو خون، نون خور به اصطلاح کمتر. بنابراین این از نظر من ریشه اصلیش تو اینه که باید فقر رو ریشه کن کرد، فقر رو باید از بین برد، نابرابری اقتصادی رو باید از بین برد، و این تو همه زمین‌ها هست. یک زن بالغ حتی وقتی توی رابطه نابرابر خانوادگی زندگی میکنه و نمیتونه طلاق بگیره، اولین چیزی که جلوی چشمش میذارن قانون هست. جمهوری اسلامی قوانینش میگه که حق طلاق با مرد و شما به اصطلاح بخشی از دارایی مرد هستید، ولی اولین چیزی میگه که اون بخش جامعه که استقلال اقتصادی نداره میگه چجوری زندگی کنم، میگه چجوری خودم تأمین کنم. حالا اون بالغا شما فکر بکنید یه بچه چجوری، بچه‌ای که میفروشن چجوری باید بگه؟ خب من اولا بچه خودش که نمیتونه تصمیم بگیره. فرهنگ عشایر رو نمیدونم، نه منظورم عشایر باید تصحیح کنم، فرهنگ به اصطلاح بدوی رو نمیشه آورد گفت که تو تهران و تو شیراز و تو گیلان و تو مازندران بخشی از فرهنگ اینجوریه. نه، مردم از سر فقر این کارو میکنن. در این حال مبارزه فرهنگی هم بخشی از کار ما هست. ما باید توضیح بدیم بچه شما، بچه زیر 18 سال وقتی به میل پدر یا خانواده به اینا به کسی دیگه داده میشه، اون زندگیش رو شما دارین تباه میکنید. یعنی شما براش زندگی نذاشتید، شما فقط از شر اون خلاص شدید. شما فکر میکنید که یه بچه به این ترتیب میرسه به زندگی خودش میرسه. نه، شما اگه میخواین بچه‌تون رو، اگه میخواین خانواده‌تون رو، اگه میخواین دختر بچه‌تون رو، یعنی تمام زندگیشو تباه بکنید، خب این یه راهیه. ولی من میخوام بگم این نقد اصلی ما به جامعه امروز نیست. شاید در آینده وقتی جمهوری اسلامی رو سرنگون کردیم و اینا یه بخش فعالی از کار ما باشه، ولی امروز اولین کار اینه که برابری اقتصادی تو ببینید. روستاها مردم آب ندارن. امروز شما نگاه کنید بخش زیادی از مردم تو سیستان و بلوچستان آب ندارن، با تانکر براشون آب میبرن. شما بهشون بگید بشینید کتاب مثلا جوامع اروپایی رو بخونید، ببینید که مثلا دختر و پسر چجوری با همدیگر در کودکستان درس میخونن، برابری جنسی دارن، اینا معلومه که میگه من یه لقمه نون ندارم به بچم بدم. بنابراین این میخوام بگم مسئله فرهنگی جانبی تر اینجا در نظر برابری اقتصادی. من اگه بخوام تقسیم بندی بکنم این که اول نقش دولته، مقصر دولته، مقصر قوانین اسلام که در دولته. اگه جمهوری اسلامی در قدرت نبود، اگه امکانات اقتصادی نداشت، اگه امکانات دولتی نداشت، اگه پول و بودجه و اینا نداشت، این چرت و پرتای اینا هیچ جایی هم نداشت. توزیع مثال خمینی یه جوکی بود که مردم
مثل فریدون و فرخزاد توی اون موقعی که یادشون بخیر اینجا استنداپ کمدی داشتن میگفت و مردم میخندیدند برای چرندیات خمینی، همونقدر میشد. یعنی یک بخش کپک زده از جامعه که فقط چرتیپرت میگفتن و مردم هم منزوی میشدن. الان متاسفانه در دولت هم در قدرت هم پول نفت دارن، پول گاز دارن، استثمار میکنن اینا، با اون پول اینا رو قانون کردن و هر روز تو مسجد و اینور و اونور و تو مدارس و آخوند میبرن تو مدرسه برای بچه کلاس اول دوم سوم همین چرندیات رو توضیح میدن. بنابراین خب تو بخشی از جامعه میتونه تاثیر منفی داشته باشه، ولی اگه این حکومت بره کنار، بره یه جامعه آزاد باشه، دولت همه رو تامین کنه، کودکان رو تامین کنه، خانواده ها رو تامین کنه، بیکاری رو از بین ببره، کار و زندگی برابر و شاد درست بکنه، هیچ که مرض نداره بخواد بچه‌شو مثل چرا یه خانواده پولدار یه به اصطلاح کلاس بالا دست به چنین کارهایی نمیزنه. برای اولین چیزی این که امکان مادی داره، میتونه بچه‌هاش رو بفرسته برای تحصیل، با فرهنگ جوامع پیشرفته در تماس، و همه اینا رو ما باید با سرنگونی در واقع جمهوری اسلامی این جامعه رو آزاد، برابر و شاد برای همه و از جمله دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها اینا درست کنیم. بله، با تشکر از شما کیوان جاوید و ممنون از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتیم. خیلی ممنون، امیدوارم که بتونیم در این مورد و موارد مثل این بیشتر صحبت کنیم و بیشتر بتونیم جنبش‌های اعتراضی رو توجهشون رو به این بخش از فعالیت جلب بکنیم. مرسی. ممنون. بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، امیدوارم که برنامه این هفته حق زن مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ایمیل آدرس hakzan@gmail.com و همینطور پیامگیر تلویزیون کانال جدید برای ما بفرستید. ما از نظرات و پیشنهادات شما استقبال میکنیم. تا پنج شنبه دیگه، هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. We'll be right back.